کنبرا پایتخت استرالیا، رأی گیری تغییر در قانون مهاجرت در مجلس سنا. تصویب با تنها 2 رأی بیشتر، 34 رأی موافق و 32 رأی مخالف. و ساعتی بعد در مجلس نمایندگان که دولت اکثریت دارد و تغییرات قانونی می شود با رأی بالا. بر اساس قانون تازه پناهجویانی که به عنوان پناهنده پذیرفته می شوند ویزای موقت 3 تا 5 ساله می گیرند. بعد از این مدت دولت می تواند ویزا را تمدید نکند بسته به شرایط پناهجوها. در عوض دولت قبول کرده 7500 نفر بیشتر پناهنده بپذیرد و کودکان را از اردوگاه ها آزاد کند. دولت می گوید قصدش مقابله با قاچاقچیان انسان است. دولت نه تنها پیامی قوی برای قاچاقچیان فرستاد، بلکه با این اقدام عملاً به کسب و کارشان برای همیشه پایان داد. این قانون از مرزهای ما محافظت می‌کند. تونی عبود نخست وزیر هم از سیاست‌های دولت راستگرایش دفاع کرد. این یه پیروزی برای استرالیا بود، چون مردم ما استحقاق مرزهای امن‌تری رو دارن. هیچ کسی نمیخواد ببینه که صدها پناهجو در دریا میمیرن، اتفاقی که در دوران حزب کارگر میافتاد. بنابراین این یه پیروزی برای استرالیا و برای ارزش‌های انسانی بود. اشاره دولت استرالیا به این صحنه است. هزاران پناهجویی که با قایق و در آب‌های پرخطر تلاش می‌کنند به استرالیا برسند. تعداد پرونده‌های عقب افتاده پناهجویان به 30,000 مورد رسیده است و دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده سیاست‌های رمال کننده از جذابیت استرالیا برای پناهجویان بکاهد، مانند نپذیرفتن پناهجویانی که با قایق می‌آیند و فرستادنشان به جزیره‌های اطراف. علی قدیمی، BBC.